سلام بر شما در این فراخبر. از بگومگه ها درباره ذخایر ارزی افغانستان تا افزایش مفاد میلیون دلاری آن. یک عضو صندوق امانی افغانستان میگوید که مفاد دارایی های افغانستان تا پایان ماه جنوری سال 2023 میلادی به 70 میلیون دلار رسیده است. شاه محمد مهرابی می افزاید که مفاد صندوق امانی افغانستان در سویز نیز مشمول این مفاد است و نباید از این پول ها برای پرداخت مصرف برق یا قراردادهای پیشین استفاده شود. از سوی هم وزارت اقتصاد به این باور است که برای توسعه اقتصاد کشور نیاز است تا دارایی های افغانستان در دسترس بانک مرکزی کشور قرار گیرد. در نهایت سرنوشت پشتوانه پولی افغانستان چه خواهد شد و تا چه زمانی در بلا تکلیفی خواهد ماند؟ اینجا در فراخبر. مهمان این برنامه آقای دکتر انورالحق احدی، عضو هیئت ناظر صندوق امانی افغانستان در سوئیس با ما همراه هستند. آقای احدی سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. سلام علیکم، شکر. از جزئیات تازه بگوین در مورد دارایی های افغانستان که از زمانی که شما به عنوان عضو ناظر انتخاب شدین چقدر کارها پیش رفته، تا کجا کار کردین؟ خب موضوع مهم در چند روز سر یک کم صحبت میشه ایست که چقدر فایده کرده این صندوق و به صورت مجموعی از زمانی که این پول از بانک مرکزی امریکا بیرون شد و تا بال 70 میلیون دلار فایده از این صندوق از این پول برای ما آمده که یک مقدارش پیش از اینکه این صندوق تشکیل شود این پول به امرای وزارت مالی امریکا نگه شد. در اون وقت هم ما از پیشش فایده می گرفتیم ولی در چند ماه گذشته 34 میلیون در چند ماه گذشته گرفته شده و 36 میلیون قبلا بود که مجموعا در حدود 70 میلیون دلار فایده در 11 ماه گذشته برای این پول آمده. مصرف تا بالا نکردیم، ما قبلا هم گفته بودیم که بعض مصارف بسیار ضروری دولت یا مؤسسات دولتی که به منفعت عامه باشه، مردم به نفع به سهولت برای مردم ایجاد کنه، ما او را حاضر هستیم که تادیه کنیم. در اون جمله مثلا میخواستیم که اگر بانک مرکزی افغانستان نمیتونست که پول چاپ بانکنوت را تادیه کنند، در اون صورت ما حاضر بودیم پول برشان بده ولی اونا خودشان تادیه کردن، ضرورتی نبود. او یا هم حق العضویت مؤسسات بین‌المللی که افغانستان در اونجا عضویت داره، اون تا بال معلوم نیست، اگر حکومت افغانستان تادیه نکنه در اون صورت باز ممکن ما او را یعنی از این صندوق او را تادیه کنیم. خب این تادیات تا اندازه به یک سلسله همکاری ضرورت است بین این صندوق و وزارت مالیه افغانستان و بانک مرکزی افغانستان. خونا تابال از ما کدام درخواست برای تادیات نکده، بس به او اساس تادیات نشده، امی فایده هم که در ظرف چند ماه گذشته به دست آمده و هم ذخیره شده که ذخایر ما سابق 3.5 میلیارد بود و فعلا 3.5 هم 70 میلیون دیگه به او زیاد شده. پس این پول که مفاده که حالا 70 میلیون به دست آمده، این در جمع ذخایر منجمد شده اضافه شده یا اینکه جدا نگهداری میشه مفاد آن؟ منجمد شده را دیگه نمیفهم که منجمد شده بگویم یا جمله ذخایری که مربوط به این صندوق است به او اضافه شده، ولی بالاخره امید است که حالت در افغانستان نرمال شوه و این پول پس به بانک مرکزی افغانستان تعلق بگیره، ولی فعلا در جزء ذخایری است که مربوط به این صندوق است. بسیار جد تشکر. همونطور که آمریکا در ماه سنبله اعلام کرد که 3.5 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را صندوق امانی در سوئیس انتقال میده تا برای کمک به اقتصاد افغانستان به مصرف برسه، خب نقشه راه روشن است که چی است و شما روی کدام نقشه کار کردین؟ جزئیاتش میتونین شریک بکنین؟ خب هدف عمدهش است که استقرار پولی در افغانستان موجود باشه، یعنی افغانی ارزش خود نگاه کنه و انفلاسیون هم تا اندازه
یعنی قابل قبول از سرحدی که قابل قبول است از او بلندتر نره. و اون قسم که پیشتر گفتم اردوی عملیات همکاری با بانک مرکزی میخواه و خوب است که ارزش افغانی استقرار پیدا کرده و با مقایسه اسعار دیگر کشورهای منطقه نسبتا استقرار داره و او از ناحیه کمک های بشری که به افغانستان میرسه که هر هفته در حدود 40 میلیون دلار میرسه و او به افغانی تبدیل میشه و که باعث استقرار قیمت افغانی شده، ضرورتی پیدا نشد که ما از این پولی صندوق استفاده کنیم که او را استقرار ببخشیم. فضل خدا شد و بدون مداخله ما، بدون کمک ما، او هدف به دست آمده. و قسمت دوم به قسمت پیشتر گفتم بعضی مصارف است که اگر مؤسسات دولتی افغانستان نتانند که او را تادیه کنه، ما از این صندوق او را تادیه میکنیم. ولی تو الان صحبت میکنین مستقیما با بانک مرکزی، حکومت سرپرست امارات اسلامی در صحبت هستین که روی همین موضوعاتی که شما میگین که نیاز باشه ما همکاری میکنین، مستقیما در ارتباط هستین؟ بله، با امراشون صحبت کردیم و اونا گفتن که اگر ضرورت شد ما پس با امراش ما تماس میگیریم، ولی تا بالی به ارتباط تماس گرفته نشده. ما پیش از پیش تقریبا یک نو مواد است که او را برشان گفتیم که در قسمت از این پول استفاده شده میتونه. یکی چاپ پاسپورت بود، یکی چاپ بانکنوت بود، حق العضویت در مؤسسات بین المللی بود، حتی تادیه برای مصارف برق بود که چند وقت پیش که برق قطع شده بود، عمرای وزیر صاحب ماله صحبت کردم که اگر مشکل تادیات باشه با ما میشد میتونه که موضوع را در میان بگذاره و شده میتونه که از رای او تادیات صورت بگیره. ولی برق هم کاری کردین؟ ولی اونا خودشان حل کرده تانستن دیگه. ما قدرت بیشتر برشان میخواییم که مشکل خودشان حل کنن، ولی اگر مشکل حل کرده نتانن از این پول استفاده شده میتانن. البته دو چند مورد از استفاده شده میتانن. آقای احدی، همونطور که همکار شما آقای مهرابی گفت که برای بحران اقتصادی برای مردم افغانستان که فعلا دست و پنجه نرم میکنه، اما وضعیت کمی بهتر میسازه، کاهش پیدا میکنه، بحران تشدید پیدا نمیکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، گفت ما اقدام روی دست گرفتیم و تلاش میکنیم برای حفظ ثبات ارزش پول افغانی، همونطور که شما هم گفتین. ولی موضوع بحران افغانستان با توجه به تحریم هایی که در پیش روی امارت اسلامی قرار گرفته و با دنیا همین لحظه سرگرم چانه زنی است، رای زنی است، اعلامی است، هشدار است، هنوز هیچ چیز روشن نیست. چه کمکی میکنه که وضعیت تغییر بکنه فکر میکنین این اقدام شما؟ خب در قسمت معاملات و در قسمت روان کردن پول، در این قسمت ما یک چیزی در نظر داریم. با امرای وزارت مالی امریکا صحبت کردیم، اونا میگه که هم آخرین حکمی که اونا کردن، یعنی معاملات مؤسسات خصوصی میتونه که در تعاملات بین المللی یعنی پول خود روان کنن و پول هم از خارج برشان بیایه، ولی بعضی مؤسسات تجارتی بین المللی میترسن که مبادا تخلف از تحریم نشوه و در اون صورت باز اونا مجازاتشان بسیار بلند می باشه. یعنی اینا وزارت مالی امریکا برای ما میگه که بعضی تحریم ها را نرمتر ساختن، ولی طرف دیگه کسایی که مؤسسات بین المللی یا کشورهای خارجی که ما با امراشان تجارت داریم، معاملات تجارتی داریم، اونا یک کمی متردد هستند. صندوق میخواد که به ارتباط یک تشبث کنه. تا بالی به صورت مشخص فرمول وضع نشده، ولی با امرای تاجرام یک
صحبت مقدماتی شده که ما چطور میتونیم که این معاملات بین المللی یعنی داد و گرفت و روان کردن پول و پس رسیدن پول برای خودشان چطور شده میتونه که امو مشکل تحریمات به میان آورده بود که او رفع شوه و امی سکتور خصوصی فعالیت های خود به آسانی و به نسبتا به قیمت نسبتا کمتری او را به پیش بردن. و شما چقدر خودتان در کار خودتان مستقلانه عمل میکنین با توجه به اینکه یعنی امروزا پرسشی است که شما با توجه به نیازی که در داخل افغانستان است و همونطور که گفتین با حکومت سرپرست هم صحبت کردین، اونا هم چیزی تانست به شما نگفته، آیا مرتب جلسه برگزار میکنین یا اینکه نه منتظر اقدام حالا آمریکا هستین که آمریکا هر چیز گفت او انجام میشه؟ خب ما منتظر خواهشات حکومت سرپرست هم هستیم. اگر اونا تقاضای داشته باشه با ما تماس بگیرن، ما او رو میتونیم که با امرای بیانی بمی با مجلس معتمدین ایره پیش کنیم و دو جنماینده امریکا می باشه با او اساس با پیش برده میتونیم. یعنی ابتکار عمل هر کس کرده میدانه پیش، البته به سطح پیشنهاد نه به سطح تصمیم نهایی. این ابتکار عمل از طرف حکومت سرپرست هم شده میدانه، از طرف ما هم شده میدانه، از طرف امریکا یا یک وزو ما که نماینده سوئیس است از طرف اونا هم شده میدانه. ولی به مخصوص پیشتر گفتم یک نوع همکاری بین این صندوق بین اعضای مجلس معتمدین و حکومت سرپرست ضرور است. اگر او نباشه باز امکان داره بسیار زیاد کارم کرده نتانیم. گرچه پشما مهمترین کاری است که امو پول حیف و مل نشوه، ذخیره شوه و از او یک فایده برای ما بیا، یک ما بوره ذخیره میکنیم. او یک قسمت کلانه کار اون موستک، اما باز کارهای خرد و کلان دیگه هم شده میتونه که او یک اندازه همکاری با بانک مرکزی و وزارت مالیه ضرورت. و شما به عنوان یک عضوش اطمینان میتین که وضعیت تغییر میکنه با اقداماتی که شما روی دست گرفتین؟ خب ما ببینیم که چی اقدامات میشه و گفتم که پیشترم گفتم که هر اقدامات که ما میکنیم ضرورت به همکاری است. اگر از طرف مقابل یعنی از طرف حکومت سرپرست درخواست همکاری شوه، ما فکر میکنم فایده برشان. ولی آقای اهدی، حکومت سرپرست بی باور است که برای توسعه اقتصاد کشور نیاز است تا دارایی های افغانستان در دسترس بانک مرکزی افغانستان قرار بگیره. خب او تصمیم مربوط به هیئت معتمدین نیست، که او تصمیم به دیگر باز به سطح بین المللی امریکا و امریکا میگیره. و شما حتما پیشتر گفتین صحبت میکنم با مقامات امارت اسلامی، حتما با شما هم شریک کردن این موضوع را و شما با امریکایی ها صحبت کردین در این مورد؟ بله، اما او با او ما میگیم که اونا خود میگن که پول باید برای ما داده شود. ما میگیم که پول خود حال فعلا مربوط به این صندوق است. چطور میتونیم که از این پول به نفع تعاملات اقتصادی در افغانستان استفاده کنیم؟ اگر اونا پای که نه پول برای ما بدین، ما میدانیم و کار ما میدانه، او موضوع بین اونا و بین امریکا است که امریکا چطور تصمیم میگیره. اگر در صورتی که آقای احدی این پول به امارت اسلامی داده شوه و واگذار شوه، چه ضرری داره به نظرتون؟ خب اون خوب حکومت امریکا پالیسیش است که برای او نمیدن دیگه. او یک اوخ یعنی او تصمیم پیش از اینکه ما در این موضوع داخل شویم و مطرح باشیم او تصمیم گرفته شده. و در موجودیت این صندوق در بعد از او تصمیم به میان آمده و مبتنی بر او تصمیم است که اگر او تصمیم نباشه صندوق باز از بین میره، پول باید پس به حکومت مرکزی، به حکومت سرپرست یا به بانک مرکزی داده شوه. ما میگیم که تا اندازه همکاری، اگر یک اندازه همکاری بین ما و حکومت موجود باشه، با وجودی که پول به امرای صندوق هم باشه، در اون صورت هم یک اندازه کمک شده میتانه که فایدهش به مردم افغانستان. ولی شما چه فکر میکنین؟ چون شما مرتب حتما میشنوین اینجا در همین یک سال و 8 ماه امارت اسلامی بارها
صدا بلند کرده، حتی کشورهای منطقه به شمول چین، روسیه و پاکستان در مورد آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان موضع گیری کردن. و حالا نظر شخصی شما چی است که آیا این پول به دست امارات داده شود چقدر به نفع است؟ اگر داده نشد چه نقصی داره؟ خب ببینین، ما طرفداری نیستم که دارایی های کشور دیگه بر اساس مسائل سیاسی ضبط شود یا منجمد شود به این قسم، ولی مربوط سیاست حکومت امریکا است. قانون اینا برای یا اجازه داده میده، اونا از روسیه را هم منجمد ساخت، از ایران هم منجمد ساخته، از لیبیا را هم منجمد ساخته. خب پس امریکا هر کاری بخواه میکنه دیگه، ولی صحیح کار ما مربوط به او گپا نیست. او مسائل بین حکومت سرپرست و بین امریکا است. اگر اونا تصمیم بگیرن که پول برشان ما خوش میشه که پس این پول به بانک مرکزی افغانستان دارد. و این با توجه به تحلیلی که شما کردین، این موضوع وجود داره امریکا میتونه به عنوان اهرم فشار در برابر حکومت سرپرست استفاده کنه؟ طبعا. و یک چیز عادی است، درست؟ خب عادی نیستن، بسیار کم واقع میشه، اما واقع شده در قسمت نه تنها در قسمت افغانستان، در قسمت دیگر کشورها هم این موضوع واقع شده. ولی در مورد خب در میان این همه بگومگو شما هم صحبت کردین، توضیح دادین، با مردم شریک کردین، ولی مردم چطور اطمینان پیدا کنن که از این پولشان سوء استفاده نمیشه و شما به عنوان یک عضو فعال و ناظر چی اطمینان میتین؟ خب از تا جایی که با ما ارتباط داره و ما به او تصمیم گیری صحیح هستیم، ما با مردم اطمینان داده میتونیم که پول حیف و میل نمیشه، به جا مصرف نمیشه و این پول انشاءالله از مقداری که داده شده از او زیادتر میباشه وقتی که حالت نرمال شوه و کمتر نخواهد بود. و اگر کدام قسمت مصرف هم شوه و البته با موافقه طرف مقابل خواهد بود. ما در قسمت مطمئن هستیم که پول حیف و مل نمیشه. ایرمی یک سال تقریبا دیر شد ولی اون 70 میلیون دلار زیاد شده، نه اینکه کم نشده بلکه 70 میلیون دلار دیگه زیاد شده. ما در قسمت مطمئن هستیم که انشاءالله این پول حیف و مل نمیشه. یک موضوع دیگه که آقای توماس وست در یکی از صحبت‌هایش که با رسانه ها داشت گفته احتمال افزایش اعضای کمیته که شما هستین وجود داره، آیا امروزها روی صحبت میشه؟ اگر بله نیاز است فکر میکنین که بیشتر شوه اعضایش؟ خب اونا میگه که اگر یک چند عضو دیگه هم زیاد شوه، اما اعتبار بین المللی صندوق زیادتر میشه. به او اساس بخوادم از اتحادیه اروپا دعوت شده، از ناروی هم دعوت شده، چون ناروی در مسائل افغانستان بسیار تشبه میکنه علاقمند است، به واسه هم شده. خب ما نمیخوایم بسیار زیاد هم شوم و ما این موضوع رو مطرح میکنیم که گرچه از طرف حکومت سرپرست کسی نماینده نیست، ولی ما به اساس حکم وجدان ما از منافع افغانستان در اوجه دفاع میکنیم و اگر تعداد ما کم شود باز در صورت ما و قدر او را خوش نمیشه. گرچه هر کدام ما حق ویتو داریم، یعنی باید جداگانه، یعنی و اگر یکی مخالفت کرد تصمیم گرفته نمیشه. بله دیگه به اساس باید بسیار تاثیر نکنه، ولی ضرورت و قضیات نمیبینیم. خب اتحادیه اروپا را خوب است که اونا باشه، یک اعتبار بین المللی پیدا میکنه و دیگه ای که امی مشکل چیز هم کم میشه که حیف و میل و این مسائل که اگر تعداد مردم کم باشه ممکن یک فیصدی بسیار ضعیفه در صورت موجود باشه، اگر تعداد اعضا زیاد شد ممکن اون فیصدی بسیار ضعیفه که حیف و مل موضوع باشه و ممکن وام رفته شد. آقای احدی، اگر امارت اسلامی روی همون موضوع گیریش بمانه، مثلا میگه که دارایی های افغانستان باید بدون قید و شرط آزاد شود و شما پیشتر گفتین که ما با اونا مشوره میکنیم،
و خواستهایشان هم میپرسیم که چی است. اگر اینا خواستهایشان هم شریک نکنه با شما، همین گونه روی همین موضوع پافشاری بکنه که ذخایر ارضی افغانستان آزاد شود، ادامه پیدا بکنه، برای شما درد سرساز نخواهد شد آقای هدی؟ خدا کنه که نباشه و خدا کنه که درد سر تولید نکنه. ما راستی به خاطر اینکه امین طول نگاه شوه ما این جرات کردیم که کار کنیم. ببینین این فضل خدا شد که مثلا یک هفته قبل او پول دیگه ایم که او را نگاه کرده بودن که اگر محکمه او را به متضررین 11 سپتامبر برشان بدن، خب محکمه حکم کرد که نه اونا مستحق نیستن، ولی او حکم نهایی نیست که استیناف خواستن مدعی یا استیناف خواستن و خدا نکنه استیناف میتونه که حکم محکمه ابتدایی را تغییر بده. و ظاهرا آقای احدی که نگاه میکنیم و همین که محکمه و محکمه بازی به سر از این پول جریان داره و اینجا هم چالش های سیاسی پا بر جا است، هنوز حل نشده، فکر میکنید یک قصه طولانی و داستان دراز در راه است در باره سرنوشتی پولا؟ خب یک چیزی وقت خواد گرفت. ما هدف ما که ما چرا در این اشتراک کردیم، خطر این بود که سر همی پولام دعوا شود و ما این را تدید دادیم که از امریکا برای به یک جای دیگر نسبتا مسئولتر برده شود و مکانیزمی که موجود بود یگانه مکانیزمی که میشد به اینمی شکل بود. از او خاطر ما گفتیم که در این موضوع مداخله کردیم و شما پیشتر گفتیم که باعث درد سر نشه و خدا نکنه که باعث درد سر شوه. هدف ما کمک به حفظ منفعت ملی و دارایی بانک مرکزی افغانستان بود و او را انشاءالله تابال به صورت خوب به پیش بردیم، ولی یک مشکل است حکومت سرپرست و بین حکومت امریکا یک مشکل است دیگه. اونا میگه دارایی ماستک باید با ما داده شوه و حکومت امریکا با مرشن. ولی خودتان که وقتی از نزدیک هم کار میکنین و رویش کار دارین و سیاست امریکا رو هم تا جایی در موردش میفهمین چون از نزدیک دیدار دارین صحبت میکنین، سرنوشت اینمی پول چه خواهد شد و آیا به امارت اسلامی تسلیم داده میشه یا نه اصلا این موضوع مطرح نیست؟ نه مطرح است و ادمو اساسنامه هم آمده وقتی که حالت نرمال شود بین یک تفاهم بین حکومت سرپرست و امریکا و جامعه بین الملل به میان بیاید، در صورت این پول پس به بانک مرکزی افغانستان منتقل میشه. یعنی میخواین بگین که چالش های سیاسی حل نشده سرنوشت دارای افغانستان روشن نخواهد شد؟ بله ما فکر میکنم که نه، تو به می حالت فعلی میمانه، یعنی دم پول دم صندوق میمانه، این پول به بانک مرکزی پس داده نمیشه تا زمانی که امی حالت سی شکل نرمال به خود بگیره و یک تفاهم بین جامعه بین دول و بین حکومت سرپرست به میان بیاد. ولی فکر میکنین تا چه زمانی ای در بلا تکلیفی خواهد ماند آقای احدی؟ یک سال، دو سال، سه سال؟ اون گفته نمیدانیم. تا زمانی که یک تفاهم بین حکومت سرپرست و مقامات بین المللی به میان بیاید. فعلا محمد رو سرش فکر کرده میدانم، اگر یک کدام احتمال دیگه به میان بیاید او رو گفته نمیدانم، ولی فعلا همطور فکر میشه که باید بعد از زی که یک تفاهم و موافقه بین این دو طرف به میان بیاید او صورت باز پول پس به مرجع اصلیش انتقال بشه. بله یک دقیقه فرصت داریم از این صحبت های خود جنبندی میکنیم، شما به طرف ها پیامتان چی است و به مردم چی میخواین بگوین بفرمایید؟ خب ما با من قسم پیشتر گفتم هدف ما کمک کردن است. هر چیزی که زندگی مردم یکمی سهولت میبخشه و ما در اون قسمت کمک کرده بتانیم ما حاضر هستیم به اون کمک، ولی طرف مربوط به طرف حکومت سرپرست است که اونا کدام ساحه کاره
مشخص میسازم که ما در او صاحب امرایشان کمک کرده کمک کرده بدانیم، و اگر ضرورت به کمک در او مسائل نباشه انشاءالله پولیشان ایجا مسئول می باشه، و هر وقتی که حالت نرمال شوه پس به حکومت مرکزی یا بس به ما که مرکزی پس داده خواهد شد. بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای دکتر انوارالحق احدی، عضو هیئت ناظر صندوق امانی افغانستان در سوئیس. خوش آمدید به برنامه ما. و همین ترتیب می رسیم به پایان فراخبر. از شما سپاسگزارم. شب بخیر.